معمولا وقتی که ما میریم توی رستوران و یه غذای خوشمزه میل میکنیم و گارسون اون رستوران خدمات خوبی بهمون میده، ما خودمون رو موظف میدونیم که به اون گارسون یه انعام خیلی خوب بدیم و اگه این کارو انجام ندیم یه سه خیلی بدی بهمون دست میده. ولی توی خارا و کشورهای دیگه این آداب و ارسام فرق داره. مثلا توی کشور استرالیا شما موظف نیستید که به گارسون انعام بدید، چون که درآمدشون از بس خوبه که این کار اصلا اونجا رسم نیست. ولی توی کشورهای آمریکای شمالی مثل کانادا تقریبا 15-20% از مبلغ فاکتورتون رو شما باید انعام بدید و درآمد اون گارسون به اون مقدار انعامی که شما پرداخت میکنید بستگی داره. توی این ویدیو قراره که به مدت 6 ماه انعامایی که قراره من به گارسون ها بدم رو جمع کنم و ببینیم که بعد از 6 ماه این مبلغی که من جمع کردم سرجم چند یورو شده. منم خیلی کنجکاوم، فقط امیدوارم که بتونم از پس این چالش بر بیام. 31 سال 2022، یعنی هنوز تابستونه و من تصمیم گرفتم که از همین امروز این چالش رو شروع کنم. خب بچه‌ها الان یه دونه کاپوچینو خریدیم 1.80 سنت و من 3 یورو بهش دادم، 1 یورو 20 سنت بهم پس داد و اینو دوست داشتم بهش انعام بدم ولی خب نمیتونم. مجبوریم واسه این چالشمون اینو برش داریم و ببینیم که سرجم چقدر میشه. الان رفتیم رستوران غذا خوردیم و حسابمون شد 36 یورو. 40 یورو بهش دادم، معمولا مثلا میگفتم اوکی بقیه‌اش برای خودت، ولی خب دیگه نمیتونستم این سری بهش هدیه بدم و اینجوری تونستیم 4 یورو دیگه جمع کنیم و ببینیم که سرجم چقدر میشه. بچه‌ها همین الان توی رستوران ایرانی رفتیم توی برلین و یه غذا گرفتم، روم نشد که انعام ندم، واسه همین 2 یورو بهش انعام دادم و از کسی که اونجا کار میکرد پرسیدم که در روز تقریبا چقدر انعام میگیری. چقدر گفت فوریا؟ روزه 20 یورو گفتن. 20 تا 30 روزای خوب، روزای خوب 20 تا 30 یورو، ولی معمولا 15 تا 20 رو انعام میگیره. مبلغ خیلی خوبیه. من خودم قبلا گارسونی میکردم، نهایتا 7-8 رو انعام میگرفتم. خوش به حالش. آخر این 6 ماه خیلی سخت گذشت، چون که هر روز باید حساب کتاب میکردم و پولایی که جمع میکردم و میومدم و هر روز تو این خردک مینداختم که آخر سر ببینیم که چقدر پول جمع شده. بچا 6 ماهمون هم بالاخره تموم شد و این خردکمونه. بچا این خردکی که اینجا میبینید جواب 6 ماه خسیس بازیه. این بده 6 ماه انعام ندادم و تمام پولا الان اینجاست. در کل یه فیدبک بخوام بدم، توی این 6 ماه واقعا بعضی جاها حس خیلی بدی داشتم و نمیتونستم که این انعامو ندم به اون یارو. واسه همین بعضی جاها رو تعلق کردم، من حتی به گارسونم پول دادم و همون مبلغی رو که من واسه انعام به اون یارو دادم توی این کلکم انداختم. ولی در کل یه حس خیلی بدی داشتم هر سری که انعام نمیدادم، نمیدونم یه حس خجالت آوری داشتم. بعد بعضیا منتظر میمونن، قبول داری؟ آره مثلا پیتزا که سفارش میدی میاد دم در خونه، بعد غذا رو که بهش میدی اینجوری منتظر وای میسه تا بهش انعام بدی. برای تو هم پیش اومده؟ آره اتفاقا همین دیروز سفارش دادم، بنده خدا اینطوری وایساده بود منم بهش پول دادم. شاید وضعش خوبه، هر روز غذا سفارش میده. مادرت با خالی پلو با ماهیچه درست میکنه، تو میری پیتزا سفارش میدی؟ یعنی خاک تو سرت. الان میریم خونه این کلکه رو بشکونیم و ببینیم که چقدر تو این پول است. لتس گو. ببینیم که تو این کلکمون سرجم چقدر پول است. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که باید بریم کلکمون رو بتره کنیم. ای کلکه مهربون، خیلی ممنون که تو این 6 ماه با من همراه بودی و واقعا بوس به کلت. ولی خب دیگه همراهی بسه. بچه الان باید تمام این پولا رو ما بشماریم و ببینیم که سرجم چقدره. فکر کنم 1 ساعت طول بکشه. خب بچه‌ها بالاخره تمام این پولا رو ما کرار رو هم جمع کردیم و شماردیم و همینجوری که می‌بینید ما اینجا کلی تپه درست کردیم و همه پولا رو شماردیم که سرجم 62 یورو 2 یورویی داشتیم، به اندازه 43 یورو ما 50 سنتی داشتیم، به اندازه 11 یورو 80 سنت ما 20 سنتی داشتیم و به اندازه 3 یورو 70 سنت ما 10 سنتی داشتیم و به اندازه 70 سنت ما 50 سنتی داشتیم، 2 سنتی هم به اندازه 28 سنت داشتیم و 1 سنتی هم سرجم 3 تا دونه داشتیم که میشه 3 سنت. و اگه بخوایم سرجم همه اینا رو هم حساب کنیم میشن 121 یورو 51 سنت که اگه بخوایم اینا رو تقسیم بر 6 کنیم میشه تقریبا ماهی 20 یورو 25 سنت. واقعا من فکرش نمی‌کردم یه همچین عددی به دست بیاد، چون من واسه موقع خیلی انعام میرم. شاید واسه اینه که تو این 6 ماه زیاد من بیرون غذای چیزی نگرفتم، واسه همین انعام کم دارم. ولی خب بازم بخوایم حساب کنیم من ماهی 20 یورو پول انعام دادم که تقریبا به پول ایران الان میشه ماهی 1 میلیون. راستش بچه‌ها ما با تمام این پولا قراره که یه کار خیر انجام بدی
کردیم که توی یکی از ویدیوهای آینده حتما میبینید که ما با این پول چیکار کردیم. پس حتما چنل رو سابسکرایب کن تا اون ویدیو رو از دست ندی. در ادامه چالش قبلی من تصمیم گرفتم یه مقدار از این انعامایی رو که من توی این مدت جمع کردم و توی ایران به پک موتوریایی که غذا توی ایران جابجا میکنن بدم. قراره که توی تهران از چند تا رستوران غذا سفارش بدیم و به پکیا علاوه بر دستمزدشون 500 هزار تومان هم انعام بدیم. پس حتما همراه من این که غذا رو سفارش بدیم آقا محمد در خیابون وایسیدیم سفارش میدیم یکم اون برتر بیاد کسی میخواد غذا رو به اون بده. سلام داداش خسته نباش خسته در نکنه انعام قبول کن شما بیا 500 تومن انعام دمت گرم بگی خب به خدا انعامه سر آقا چرا ما هم اینطوری غذا رو میدیم به کسی که نیاز داره. دمت گرم آقا فردت بده شوشاله که حال تو باش فردت بده مراقب خودت باش خسته نباش. اولین پیک بالاخره تونستیم یه انعام خیلی خوب بدیم و اولین ماموریتمون با موفقیت تموم شد. ما الان رفتیم انعام این داداشمون دادیم. یه اس ام اس این داداشمون داده بود اینکه نوشته داداش بابت انعام دمت گرم فکر کردم ایستگاگیری 400 زیاد بدی. فکر کردم که ما غذا رو نقدی قرار حساب کنیم. این غذا رو نیازمنده که دل اونم خوشحال بشه. از رستوران دومه یه دست غذا سفارش دادیم و منتظر موندیم تا پیک غذا رو برامون بیاره. سلام آقا خسته نباشی. غذا سفارش دادیم. انعام موردی نره بدیم. نه به انعام بدیم. نه تو رو خدا. تو رو خدا. میخوام بدیم آخه. باشه. منم که توی ایران بودم توی پیک موتوری کار میکردم و یادم به هیچ عنوان من انعام نمیگرفتم چون که پیش خودم فکر میکردم که من دارم دستمزدمو میگیرم پس دیگه نیازی به انعام نیست. شاید این دوستمون هم دقیقاً همینجوری فکر میکرد. نمیدونم نظر شما چیه، حتما برام توی کامنت بنویسید. ما پیتزا رو گرفتیم ولی این آقا انگار انعام دلش نمیخواست بگیره. نصف این مبلغو میذاریم روی این غذا تقدیم میکنیم به یک کودک کار که نیازمنده ولی خب بهش نمیگیم، میذاریم تو جعبه پیتزا که امیدوارم راضی هم باشه. 200000 تومان میذاریم داخل این غذا و میدیم اینو به یک کسی که نیاز داره. بعد از کلی این ور اون ور گشتن بالاخره یکی رو پیدا کردیم و امیدوارم که از این کار ما خوشش بیاد. سلام آقا، غذا سفارش شده بودی. دو تا ساندویچ دست دنه. تمام ایران نداره که انعام بدیم بهتی. همینطوری کلا پیک میتونیم. ما امروز دور کار خیری بده آقا به من بپذیرم. شب رو فردا سر بودش مرغا باشه. شبت بخیر. شبت بخیر. دیدیم این دوستمون رو قبول کرد و خوشحال شد. حالا میریم این غذایی که گرفتیم و میریمش به یه نیازمند. بریم که بشه مادم صدلاشوال. ما الان یه دونه نیازمند دم صدلاشوال دیدیم، میخواییم بریم به این آقا بریم. به امید روزی که هیچ نیازمندی توی کشور زیبامون نباشه. آقا سلام. آقا سلام. غذا خدمت شما. شاید شاید شما نمیخواید هیچ وقت امام حسین و امام سجاد و حضرت ابوبکر بکنه خیر ببینن. دست شما دکتر اومد شیدا. شب خوبی داشتید. خسته نباشید. به یک زباله گرد این غذا رو دادیم و خوشحال شد و دعامون کرد. سه نفر تو الان خواستیم بهشون الان بدیم که دو نفر قبول کردن و یه نفر نخواست. حالا میخوایم یه بار دیگه غذا سفارش بدیم اگه رستوران دیگه تو ولایت ببینیم که بازم الان قبول میکنن یا نه. هنوز حرف روزبه تموم نشده بود که پیک موتوری قبلی بهمون زنگ زد. یا من بازجاگه از یه خورده از ما به یه فقیری بیرم اشکالی که نداره. نه داداش دست تو هم زد نکنه فدا چشم. آه دمت گرم. شاکر خدا خیرت کنه. برمونه تو دمت گرم. شاکریم شبت بخیر فدا چشم خدا. سلام آقا خسته نباش. خوبی دستم فقط ایران نره انام بدیم بهت مولا بفهم خدمت شما. آره ما امروز کمک میکنیم به همه. این غذا رو میدیم به نیازمند اشاره که به خوشی استفاده. دستم بیا بریم. عیمه شبت بخیر.
قدر دوشت جونت عزیزم شبت بخیر. این بود از ویدیو امروز بچه ها. واسه این ویدیو ما خیلی تلاش کردیم، یه تیم توی ایران درست کردیم، دوربین کرایه کردیم، من خودم 6 ماه انامو جمع کردم. خلاصه خیلی واسه این ویدیو زحمت کشیدیم. تنها راهی که شما میتونید از من حمایت کنید اینه که این ویدیو رو لایک کنید و اگه نظری داشتید حتما توی کامنت ها برام بنویسید، حتما برام بنویسید که بازم چنین سبک ویدیویی بگیرم یا نه. اینم یادتون باشه هر چند نفری که کانال منو سابسکرایب کنن منم قول میدم که آدمای بیشتری رو خوشحال کنم. عشق منید، عشق بگیرید و تا ویدیوی دیگه. Bye bye.